با بهترین درودها بر شما همیهنان ارجمندم در همه جای جهان خاصه همیهنان خوب و عزیز در مام میهن با دفتر دیگری از برنامه شامگاهی صفحه یک مهمان خانه های همه شب شما خواهیم بود با گزیده‌های از آخرین و تازه ترین خبرها و نظرها از مطبوعات پرشمارگان کشور همچون همه شب با مروری بر سرفصل اهم عناوین و مطالب برگزیده برنامه رو پی میگیریم باستاب وسیع همراه با واکنش های تحلیلی از حضور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در فرانسه موجی از اظهار موازه انتخاباتی در موسم انتخابات ایران با تازه ترین اظهار موضع کرباسی و عارف به عنوان بخشی از پیکره جریانی موسوم به اصلاح طلب که اعلام کردن با انتخابات قهر نمی کنند یا در واقع علا همه همه رد صلاحیت های این جریان سیاسی اینها قصد تحریم انتخابات رو به عنوان ابزاری تنبیهی و اهرم فشار به هیچ روی نخواهند داشت هشدار رئیس جمعیت هلال احمر ایران مبنی بر تهران روی بمب ساعتی اهم مطالب و موضوعات برگزیده امشب پنجشنبه هشتم بهمن ماه ایرانی است که در طول 20 دقیقه پیش روی به آگاهی شما بینندگان عزیز خواهد رسید تا بازخانی مشروح خبرها و نظرها با ما باشید و بنشینید به خانه باز خواهیم گشت درودی دوباره خدمت یک که شما بینندگان عزیز همان گونه که در صدر بررسی عناوین و موضوعات مطرح شد دیدار روحانی از فرانسه دور جدیدی از تحلیل ها و تفسیر ها رو در مطبوعات ایران سبب شد این در حالی است که هواشی سفر به ایتالیای ایشون هنوز مستمسک نقد های تخریبی رسانه های دست راستی علیه روحانی است تا جایی که روزنامه ی جوان وابسته به ارگان سپاه پاسداران در نقد تازه‌ای به سم اسب مجسمه گیر داده است که چرا حسن روحانی می بایست کنار سم اسب قرار داد می روزنامه یه جوان در این گزارش از جمله نوشت که وقتی رئیس جمهور روحانی در موزه شهرداری روم کنار نخست وزیر ایتالیا و زیر سایه اسب مارکوس آنورلیوس نشست تا کنفرانس خبری دهد سرگشتگی زاید الوصفی در میان ایرانیان غیور افتاد که چرا قراردادهای ما با ایتالیا بایستی کنار سوم اسب امپراتور روم باشد که زمانی در حمله به ایران ارتش اشکانی را شکست داد و بخشی از ایران را جدا کرد به نوشته روزنامه سپاه این سرگشتگی به جز یکی دو مورد واکنش از سوی حامیان دولت پاسخی نداشت و تا روز بعد درست زمانی که حسین فریدون برادر رئیس جمهور به جای دقت روی این موضوعات مشغول سلفی گرفتن در کلوسئوم بود به اوج خود رسید. حال آنکه نام خود را از فریدون شاهنامه فردوسی گرفته است نکته تحلیلی و جالب توجه در این موضوع آن است که دستن در کاران این روزنامه که خود از منادیان امت واحده اسلامی هستند و هیچ باوری به عنصر ملیت ایران و ملی گرایی و ایران ندارند و همواره این عناوین رو زیل تئوری های تازه ساخت چون ولایت تعریف می کنند صرفا شاید در رقابت های جناهی و انتخابات به عناصر ملی میهنی بعضا متوسل میشوند ادامه میدهیم و ورق میزنیم با مطالب دیگر و مطبوعه دیگر امروز عمده روزنامه ها رنگ و بوی سیاست خارجی داشتند پس از ایتالیا و فرانسه کانادا هم به گونه در سرستون های روزنامه ها و سرمقاله ها سر برابر. تحلیل ها حول احتمال بازگشایی روابط زود هنگام این دو کشور و چگونگی روابط متمرکز بود در این میان روزنامه شرق سر مقاله اصلی شماره امروز رو با عنوان ایران و کانادا سزاوار رابطه ویژه به این موضوع اختصاص داد فریدون مجلسی تحلیلگر مسائل بین الملل در این روزنامه با اشاره به اظهارات روز گذشته استفان وزیر خارجه کانادا که اعلام کرده بود کشورش تحریم علیه ایران را لغو کرده است و سفارت آن کشور در ایران بازگشایی می شود. نتیجه گرفت از هنگامی که حزب لیبرال در انتخابات اخیر این کشور پیروز شد انتخاباتی که در آن دو ایرانی فرهیخته نیز به عضویت پارلمان کانادا درآمدند پیش بینی میشد به زودی روابط دو کشور به سوی عادی شدن برود مجلسی ستونویس شرق همچنین یادآور شد که منابع کانادایی به نقش مؤثر دکتر ظریف وزیر خارجه ایران در تماس با نمایندگان کانادایی متنفذ در کنفرانس اخیر داوس سوئیس در سرعت بخشیدن به برقراری این روابط اشاره کرد از منظر نویسنده در شرایط متعارف بین المللی روابط ایران و کانادا نه تنها باید عادی باشد بلکه سزاوار روابطی ویژه است نویسنده در ادامه این نوشتار با اشاره به ویژگی های انسانی و جمعیتی ایرانیان مقیم کانادا معتقد بود که نزدیک دو درصد جمعیت کانادا ایرانی تبار هستند که در تورنتو، ونکوور، مونترال و تا حدی حد نیز در کلگری متمرکز هستند یعنی در مراکز اصلی جمعیتی صنعتی دانشگاهی و بازرگانی اما تاثیرگذاری آنان در زندگی اجتماعی و اقتصادی آن کشور بسیار بیشتر از درصد جمعیتی آنان است ایرانی تباران کانادا در بالاترین رده های فرهنگی تخصصی و تجاری آن کشور جای دارند یک دلیل آن به زمه نویسنده شرایط سختگیرانه کانادا در پذیرش مهاجران ایرانی در دو دهه اخیر از جمله داشتن حداقل مدرک دانشگاهی لیسانس بوده است این شرایط موجب شد که ایرانیان مهاجر در کانادا در مقایسه با گروه های دیگر و حتی میانگین آموزشی کانادا در سطح تحصیلی بالاتری قرار بگیرند و بدین روی سزاوار روابط ویژه هم هستند برق میزنم ادامه میدهم از سرزمین های سرد و قطبی کانادا گامی به حوالی میهن میاییم سرزمین داغ حجاز که گویا سرمای روابط این دو کشور بزرگ و منطقی مورد تحلیل و توجه روزنامه‌نگاران ایرانی است شرق در یک یادداشت تحلیلی کوشید به ریشه های مشکلات ایران و عربستان بپردازد در این میان سید قاسم زاکری در نوشتاری تحلیلی با عنوان ریشه های مشکلات عربستان با ایران حتی در عنوان مقاله به گونه کوشید که مشکلات را از طرف عربستان بداند و داوری یک سوی نگرانی قبل از آغاز متن اعمال نمود یه حال در بخشی از این نوشتار می‌خواندیم که عاقلانه نیست که مسئولیت تمامی مشکلات رو به گردن اقلیتی ماجراجو در داخل ایران بیاندازیم چنانکه مشابه چون این افرادی در داخل سعودی بلکه به مقیاسی گسترده در منطقه و خارج از منطقه نیز وجود دارد افراد و گروه که به سهم خود از هیچ تلاشی به زعمه وی برای تخریب روابط ایران و عربستان بلکه وخامت خامت اوضاع منطقه فروگذار نکردند اما به زعم نویس شرق واقعیت آن است که ریشه اصلی مشکلات سعودی ربط چندانی به ایران ندارد بنابراین انتظار سعودی از ایران در برطرف کردن مشکلات فراروی سعودی نیز انتظار غیر معقولی است البته ما ندیدیم که عربستان انتظاری داشته باشد برای رفع مشکلات خود از ایران به نظر میرسد سعودی برای فرافکنی و کاستن از مشکلات خود به زمین نویسنده شرق چاره جز دشمن تراشی مهم و دامن زدن به ایران حراسی نمی بیند. البته نویسنده این یادداشت هیچ اشاره نکرد که همین عربستان سعودی صرفا چند سال پیش در دولت کمی معقولتر عهد اصلاحات با پادشاه و ولیت حتی پادشاه بیماری که با صندلی چرخدار به استقبال رئیس جمهوری وقت ایران آمدند و در احترام و احتمام به دوستی سنگ تمام گذاشتند و این تغییر رویه کنونی صرفا بر مبانی یک ایران حراسی کور نیست بلکه نظامیان و سپاهیان در واقع استقرار کننده هلال شیعه در خاور میانه همه رو نگران کرده است آن هم از سرزمین عراق و شما تا یمن و جیبوتی کماکان بیننده برنامه شامگاهی صفحه یک هستید از تلویزیون ایران فردا با خلاصه و چکیده از آخرین خبرها و نظرها از روزنامه های پرشمارگان هر روز کشور اظهارات حسن روحانی در اروپا خاصه حول برقراری روابط احتمالی با آمریکا مرتوجه بسیاری از رسانه ها واقع شد از جمله روزنامه ابتکار به نقل از روحانی نوشت که کلید رابطه با آمریکا در واشنگتن است هرچند جمله تا حدودی شرطی بیان شد اما اظهار موضعی چون این سریح از ضرورت از سرگیری روابط تهران آمریکا تا حدود این روزها کم نظیر بوده است البته حسن روحانی در گوشه و کنایه نیز باز به عربستان تاخته و ادبیاتی بسیار لومپنیستیک و غیر متعارف در عرصه دیپلماسی خطاب به عربستان سعودی گفت که عربستان به جای داد و فریاد آب خنک بخورد تا آرام شود ادبیاتی همسان و همسنگ محمود احمدی نژاد که میگفت آب را آنجای بریزید که بیشتر میسوزد و این نوع ادبیات کلامی همه نشان میدهد که مردان طبقه فقاهت و ولایت فقی به نحوی مدلی از اوباش سالاری در جهان رو پی میگیرند که کمتر نمونه آن در دنیا در صده معاصر دیده می شود. در حالی که علا اینکه سفارت عربستان در تهران و مشهد به آتش کشیده شد که در واقع به مصابه خانه و خاک یک کشور هست بنده با یک روز ندیده بودم که چنین اظهار نظر سخیفی از سوی مسئولان کشور عربستان بیان شود. و اما یاد داشته اصلی روزنامه ابتکار که بی ارتباط نیست با موضوع اصلی این روزنامه رضا دهکی در نوشتاری با عنوان معجزه ادبیات احترام در عرصه دیپلماسی که به ذهن خیشکوشی تا نقش ادبیات گفتاری و کلامی رؤسای جمهوری ایران رو در میزان موفقیت‌های بین‌المللی بسنجد و مقایسه کند نویسنده ابتکار در بخشی از این نوشتار این گونه نتیجه گرفت که حسن روحانی به شیخ دیپلمات معروف است و ادبیات دیپلماتیک را به خوبی میشناسد او در سیاست خارجی خود تلاش میکند ایران را کشوری اهل منطق گفتگو و سلجو معرفی کند موضوعی که به زن نویسنده در دولت های نهم و دهم یعنی احمدی نژاد با ادبیات احمدی نژادی کاملا زیر سوال رفته بود این سیاست روحانی بیش از هر چیز یادآور ادبیات رئیس دولت اصلاحات است در سخنان هر دو رئیس جمهور میتوان نقاط مشترک بسیاری یافت که در کنار احترام به دیگر کشورها و پرهیز از اظهارات تنشزا از موضع جمهوری اسلامی نیز کوتاه نمیآید. این در حالی است که در واقع صرفا در سطور پیش اشاره کردم که خطاب به عربستان آقای روحانی گفت آب خنک بخورید تا آرام شوید که به گمان این جانب ناقض مشی مدارا و منش مدنی این رئیس جمهور عمدتا با روی کرده امنیتی است البته رئیس دولت اصلاحات در قیاسه با دو رئیس جمهور نام برده از سوی نویسنده میتوان گفت آری بسیار مبادی و آداب کلام بود هرچند از دائره تنگ تعیین شده بیت ولایت فقاهت در واقع قدرت عبور و مانور گذار نداشت ادامه میده هم با دیگر مطالب برگزیده برخی از روزنامه ها به خوشامدگویی روزنامه های پاریسی به روحانی توجه ویژه نشان داده بودند از جمله روزنامه اعتماد که مطلب اصلی شماره امروز رو با عنوان زیافت اقتصادی شریک پاریسی اختصاص داده بود به این نکته اشاره کرد به نوشته اعتماد دیروز روزنامه معتبر و پرتیراژ لوموند با تیتر آقای روحانی به اروپا خوش آمدی از زیر چاپ بیرون آمد آن هم ساعتی پیش از فرود هواپیمای حامل مهمانان ایرانی بر باند فرودگاه پاریس بر اساس گزارش توصیفی اعتماد روحانی شبه گذشته وارد سرزمین پژو و ایرباس شد و در همان بعد ورود شاهد استقبال مکتوب روزنامه پورتیراج و معتبر فرانسوی زبان لومون بود که تداعیگر بازگشت به دوران خوش رابطه ایرانی فرانسوی است آن دورانی که به زمین ویسندگان روزنامه اعتماد رئیس جمهور فرانسه برای استقبال از همتای ایرانیش منظور محمد خاتمی است که رسانه ها حتی از ذکر نام وی نیز منع پله های کاخ الیزه را پایین آمد تا احترام به ایران را در رفتاری که آن روزها در پاریس غیر متعارف نام می نشان دهد سوریه و نشست ژنو به زبانهای مختلف در سوی روزنامه های امروز مورد تحلیل واقع شد یادداشت روز کیهان با عنوان جهنم تروریست ها و برزخ ژنو به این موضوع اختصاص یافت محمد سیرفی نویسنده یادداشت امروز کیهان با دستبندی گزاره های متعدد بر سر میز مذاکره دولت سوریه و همپیمانان منطقه ایش و همینطور معارضین سوری پرداخت کیهان مؤسسه مطبوعاتی تحت امر رهبری ایران در بخش از این نوشتار با ادبیاتی باز بسیار غیر متعارف به دیگر سوی جریان مذاکره تاخت و حتی از نسبت دادن به گونه های جانوری و حیوانات به آنها نیز خودداری نکرد نویسنده کیهان از جمله در بخشی از این نوشتار با اشاره به وجود چند دستگی یا چند پارگی و شکاف میان گروه های معارض سوری آنان را با عنوان گله های بی صاحب خان، آن هم گله ای که البته یک دست نیست و به گله شترگاف پلنگ بیشتر شبیه است. کیهان در ادامه آمریکا، عربستان و ترکیه را به عنوان سه کشور اصلی حامی تروریست ها معرفی کرد که در عین اهداف مشترک اختلافاتی نیز در میان خود دارند که از جمله به ترکیه اشاره کرد که حضور نیروهای کرد در مذاکرات رو خط قرمز خود اعلام کرد بر اساس جنبندی کیهان اختلافات میان شورشیان چنان گسترده است که جان کری مجبور شد آنان رو تهدید کند که اگر با یکدیگر برای حضور در ژنو توافق نرسند پشتیبانی حامیان خود را از دست خواهند داد ادامه می دهم ده با دیگر روزنامه های برگزیده امشب روزنامه ایران ارگان دولت با درج تصویری از زیافت شام روحانی در پاریس از فرش قرمز الیزه زیر پای روحانی نوشت و خبر داد که پس از 17 سال الیزه با استقبال گرم رئیس جمهوری ایران فصل نوین روابط تهران و پاریس را رقم زد در همین میان تمامی چهار مقاله و یادداشت اصلی روزنامه دولت به دیدار روحانی از ایتالیا و فرانسه اختصاصی داشت فصل نوین روابط تهران و پاریس که سر مقاله اصلی ستون اول دفتر این روزنامه بود علی آهنی در واقع سفیر ایران در فرانسه با روی کردی تاریخی تحلیلی به این سفر نگریست و اشاره کرد که پیشینه ارتباط بین دو ملت ایران و فرانسه به بیش از شش قرن قبل برمیگردد از منظر نویسنده ستون اول دفتر سفر رئیس جمهوری ایران به پاریس با توجه به روند جدید حاکم بر روابط دو جانبه و همچنین با در نظر گرفتن شرایط زمانی کنونی و تشدید خطر تهدیدات تروریستی به ویژه از سوی گروه تروریستی داعش و تحولات پیچیده منطقی و بین از اهمیت ویژه برای هر دو کشور برخوردار است. ایران ارگان دولت در یادداشت دیگر با عنوان مقوله شریف رقابت را محترم بشماریم به رقابت های جنجالی در آستانه انتخابات ایران اشاراتی اخلاقی داشت. محمد صادق جنان صفت از روزنامه‌نگاران پیشکسوت ایرانی در یادداشت در این یادداشت از جمله با اشاره به اهمیت مقوله رقابت در انتخابات معتقد بود که در زمانی که واجدان شرایط رأی دادن احساس کنند که آزادی انتخاب آنها به هر دلیل کم دامنه و کم عمر شده با نوعی انحصار مواجه خواهند شد در ذهن آنها امتناع شکل میگیرد و در خرج کردن دارایی خود که همانا حق رأی است نوعی مقاومت پدید میآید و باز از حوزه انتخابات که مطالب بسیار زیادی در روزنامههای مختلف منتشر شد در این خصوص آفتاب یزد با ابراز گلایگی از تاکتیک روزنامه‌های دسترستی نزدیک به نهاد رهبری که با نادیده انگاری رد های گسترده نامزدهای طلبان مدام آنان را به دروغ متهم می‌کنند از کاندیداسازی کذایی طیف اصولگرایان افراطی خبر داد این روزنامه نزدیک به دولت و گروههای تحولخواه رسانه های اصولگرایان را به تولید توهمی نامزدهای اصلاح طلب متهم کرد آفتاب یزد از پشت پرده های پرماجرای رایزنی گروه های سیاسی با شورای نگهبان در خصوص رد صلاحیت ها خبر داد و در یک گمان زنی میان دو شخصیت کلیدی در حال رایزنی از جمله حسن روحانی و علی لاریجانی در این رابطه میپرسید که آیا روحانی موفق خواهد شد یا لاریجانی آفتابی از در این گزارش تحلیل خبری که با چند کارشناس عرصه سیاست در میان گذاشته بود از جمله به نقل زیبا کلام نوشت که مطمئنا علی لاریجانی رئیس مجلس وساطت و شفاعتش برای شورای نگهبان قابل قبول تر است تا حسن روحانی در هر روی آفتابه یزد در جنبندی این گونه نتیجه گرفت که علی لاریجانی قرابت فکری و کانال های بیشتری با شورای نگهبان دارد پس حرف او در مذاکره با این نهاد شنونده بیشتری از حسن روحانی دارد و بالاخره استراتژی انتخاباتی اصلاح طلبان که بسیار متوجه روزنامه ها واقع شد عمده روزنامه های اصلاح طلبان در سطح گسترده به انتشار اظهارات کرباسی و عارف دو چهره برجسته منتصب به کمپ اصلاح طلبان واکنش نشان دادن از جمله روزنامه شرق همینطور روزنامه آرمان روزنامه آفتاب یزد اعتماد و دیگر روزنامه های امروز که کرباسی و عارف و بعضا علی متحری رو نیز صدر نشین صفحه یه که خود نمودند تعابیری همچون مطمئن باشید قهر نمی کنیم و یا مشارکت به هر قیمت استراتژی انتخاباتی اصلاح طلبان محور کلام اینام بود این در حالی است که در روزنامه ابتکار گزارشی می که شش کرسی بدون رقی در انتخابات خبرگان رهبری است بر اساس این گزارش وضعیت انتخابات مجلس خبرگان در استانهای کشور نشان میدهد که در میان داوطلبان نه استان کشور تنها یک داوطلب دارند که عملا یعنی انتخاباتی بدون رقیب شاید هم بدون معنا در دنیای هنر ایران این روزها خبرهای زیادی میخوانیم باز داستان تکراری آزار اهالی هنر در میهن پس از حجمه به سالار عقیلی خواننده صاحب سبک ایران ایشان با دلنوشته ای به واکنشی برآمد سالار عقیلی تنها چند روز پس از حجمه ها و نقد ها با دلنوشته به شکاکان و شبه آفرینان پاسخی نرم و کوتاه داد از جمله در آفتاب یزد میخواندیم که گفته بود نیت بدی نداشتیم همچنین روزنامه امتیاز با انتشار دلنوشته ایشان در صفحه نخست خود به نقل از وی مدعی شد که تا جان در بدن دارم برای وطنم این شکوه پابرجا میخوانم و بالاخره در این میان باز هنرمندی دیگر فاطمه معتمد آریا که البته خبرش رو دیشب مطلع شدید شب گذشتم بنده اشاره کرده بودم با غضب یکی از نمایندگان ولی فقیه در کاشان یعنی امام جمعه کاشان مورد خشم و خسم و غضب و باشان پیاده نظام قرار گرفته بود که روزنامه ها و ساکنان کوی هنر هر یک به اظهار موضعی خاص پرداختند در شماره امروز آرمان خبر آمد که فاطمه معتمد آریا خلاصه سکوت نکرد و پس از پیام های پر مهر جامعه هنری خاصه پرویز پرستویی و برخی از روزنامه ها لب سخن گشود و گلایه ای داشت سارا خوشنویس در روزنامه آرمان واکنش تند سینماگران و هنرمندان را در انتقاد از حادثه کاشان مرور کرده بود و نوشت که سآل این است که مگر چه اتفاق تازه و عجیبی رخ داد که امام جمعه یک شهر چنین اظهارات عجیبی را بیان می کند امام جمعه گفته بود ازای عمومی بایستی بگیریم سفر یک هنر پیشه خانم آن هم صرفا برای شرکت در جلسه پرسش و پاسخ یک فیلم به کجای ارزش های اخلاقی و دینی مردم کاشان حمله می کند؟ چرا سطح دغدغه ها را تا این حد پایین می آوریم و یک سفر عادی را به موضوعی جنجالی تبدیل می کنیم؟ آیا در سالهای اخیر حادثه مهمتر و مصیبت بارتر از سفر معتمد آریا به کاشان رخ نداده که لایق ازای عمومی و قصدار شدن باشد؟ و با این مطلب وقت برنامه امشب نیز به پایان رسید همراه با شما به استودیوی دیگرمان در گروه آن سوی خبر می رویم تا ببینیم و بشنویم سویه های تازه ای از آخرین خبرها و نظرها از ایران منطقه و جهان که از سوی همکارانم هم در گروه آن سوی خبر با آگاهی شما خواهد رسید تا آنگاه شانگاه خوش بدرود